بیننده های عزیز، هموطنان گرامی، درود و احترام تقدیمتان می کنم. امیدواریم صحتمند و سلامت باشین. اینک باز چهارشنبه ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تورنتوی کانادا فرا رسید و طبق معمول و طبق وعده های قبلی ما با تقدیم بخش 139 برنامه تاریخ و فرهنگ مردمی افغانستان در خدمت شما قرار دارم. و تاریخ امروز هم 8 ماه سپتامبر سال 2021 میلادی هست. هموطنان عزیز، قبل از همه از حضور شما، از تماسگیری ها و تشویق هایی که به عمل میارین در مورد برنامه ما یک بار دیگه اظهار سپاس میکنم. و طوری که شما عزیزان میدانین، برنامه ما از طریق شبکه جهانی تلویزیون امید 24 از شهر بزرگ تورنتو برودکاست میشه و این نشر برنامه ما به صورت مستقیم و زنده از طریق تلویزیون خدمت شما تقدیم میشه. بیننده های گرانقدر و هموطنان عزیز، همه میدانیم که باز هم یک چرخش بدفرجام، یک چرخش ننگین تاریخی در سرزمین عزیز ما به وجود آمد و بار دیگر افغانستان عزیز با مردم رنج کشیده و عذاب دیدهش در تحت استبداد قرون وسطایی و اشغال یکی از همسایه های بیگانه قرار گرفت که این وضعیت بد و خونین و شرم‌آور به همه شما بیننده های عزیز و هموطنان گرامی تسلیت عرض می کنم. و اما این تسلیت گفتن ها به معنای سکوت و خاموشی و پذیرش نیست، بلکه تنها غم های مواج شما عزیزان در این لحظه تسلیت عرض می کنم. تا جایی که می دانیم، مطمئن هستیم و اوراق تاریخ شکوهمند وطن ما شاهدن، این سرزمین همیشه مورد آماج، هجوم و اشغالگری ها و استبداد و ستم قرار گرفته و اما همیشه فرزندان راستی و سرزمین آزاده، فرزندان آزاده و ضد اسارت میهن عزیز ما بوده که در برابر هر نوع اسارت و اشغالگری و استبداد و کوردلی استاده شدن و رزمیدن و بالاخره این سرزمین به منزل آبادی و آزادی رساندن که یک بار دیگه ما امیدواریم که چنین باشه و چنین شوه و یقین کامل داریم که بالاخره همه دشمنان داخلی و خارجی، دشمنان رنگارنگ مردم عزیز ما در این سرزمین رسوا و بدنام و رانده خواهند شد. خب به می حساب از دوستان که ما در امی اواخر سلسله از معرفی شخصیت های قیام کننده و جنبش های آزادی خواهی و جنبش های سرتاسری کشور ما را مطرح کردیم و از این طریق خدمت شما به عرض می رسونم. عنوان برنامه امروز ما قیام زنگیان زمان بر ضد خلفای بغداد است و قبل از همه باید خدمت شما عرض بکنم که این واژه یا کلمه زنگیان یا زنگی به معنای امو تعداد برده ها و غلام های سیاه‌چهره یا سیاه‌پوست دوران عباسی ها بود که به تعداد هزارها هزار و حتی میلیون ها تحت قیود و تحت ستم و حاکمیت خواجه ها و حکام و دربار خلیفه قرار داشتند. هرچند کتاب های بیشتر در این مورد به نگارش در آمده، اوضاع آن زمان شخصیت های مورخ و محقق ما توضیح کردن، اما بازم فکر می کنم که نظر به عوامل مختلف تعداد زیادی از هموطنان ما به خصوص نسل جوان هنوز از این جنبش ها اطلاع کافی ندارن که امیدواریم با شرح و بستی که ما به صورت فشرده از این طریق تقدیم میکنیم
آگاهی ها بلند برا و امید ها بشکفه و بار دیگه اطمینان حاصل بکنیم که هیچ ظالمی، هیچ استبدادگری و هیچ اشغالگری و دشمن قسم خورده عصر زمان در این سرزمین تا آخر حاکم نمانده. خوب تا برنامه گذشته هم برز رساندم که در طول تاریخ یا در مسیر تاریخ کشور ما قیام ها و جنبش های مردمی و آزادی خواهانه و ضد اسارت و ضد استبداد بسیار صورت گرفته، مخصوصا وقتی بی‌عدالتی به وجود آمده، وقتی استثمار بوده، استعمار بوده و بیگانه ها سرزمین ما را لگد مال کردن. در این حالات است که همیشه مقاومت ها، جنبش ها، خیزش های مردمی و خودجوش به وجود آمده و رزمیدن و فداکاری ها از خود نشان دادن. پس می‌بینیم که از نظر تاریخی بزرگترین جنبش یا قیام که در زمان عباسی ها صورت گرفت در قرن سوم هجری بود. ببخشید، بزرگترین جنبشی که از طرف غلامان و یا زنگیان صورت گرفت تقریبا 2000 سال قبل از امروز بود، یعنی از تاریخ 17 قبل از میلاد تا از 70 سال 74 قبل از میلاد تا سال 17 قبل از میلاد ادامه پیدا کرد، که بزرگترین جنبش و بزرگترین قیام علیه جباران و ستمگران و استثمارگران و ثروتمندان و حکام زمان بود. و در رأس اینطور یک جنبش بزرگ کسی قرار گرفت به نام اسپارتاکوس و این خودش از جمله غلام ها بود. اما زمان فرا رسید که احساس کرد که انسان آزاد خلق شده، انسان با تمام فراستی که داره طبیعتاً آزاد به جهان آمده، چرا بعداً انقیاد و بندگی و غلامی به وجود آمد؟ این عبارت دست انسان ظالم بده که اکثریت مطلقه برده خودش ساخته، تحت حاکمیت خودش در آورده و از جان و روح و روانش کاسته و از خونش مکیده. پس اسپارتاکوس در رأس این جنبش بزرگ قرار گرفت و هزارها هزار بردر به دور خود جمع کرد و مناطق مختلفی را متصرف شد و استثمارگران و مستبدان زیادی را سرنگون کردن. تمام حکام و ثروتمندان و بردهداران خیلی ها پریشان و ناراحت و حتی فراری شدن. خب این جنبش زنگیان یا غلامان در تاریخ بشریت ثبت شد و از جمله بزرگترین قیام هایی بود که نسل های آینده هرگز فراموش نخواهند کرد. و اما دومین جنبشی که در طول تاریخ پس از جنبش سرتاسری غلامان در دوران عباسی ها به وجود آمد، او عبارت از جنبش مردمان ضد اسارت و ضد استبداد در کشور ما بود که اینها به پا خواستند و در برابر شخصیت های استبدادی و کسانی که طرفدار بی‌عدالتی بودند و به دربار خلیفه رابطه داشتند، مردم ما را زیر فشار قرار داده بودند، برده و غلام و کنیز می ساختن، باج و خراج بسیار وسیع به دست می آوردن و همه امتیازات به اختیار خودشان داشتن. این جنبش به نام یک جنبش سراسری دیگه با وجود آمد که در رأسش کسی به نام صاحب رنج یا صاحب دنج قرار داشت. این شخصیت نامش اصلا که در قرن سوم البته این جنبش صورت گرفت، زمان خلفای عباسی بود، این با سخنرانی، با صلابت، با عقل و خردی که داشت و احساسات آزادی خواهانه که داشت، باز هم تانست هزارها هزار انسان زیر ستم خلفا را و حکامش
به دور خود جمع کنه و از اینها نیروی بزرگ ضد استبداد بسازه که ساخت. و قبل از همه باید خدمت شما عرض بکنم که در زمان عباسی ها متاسفانه فشارهایی که بالای مردم وجود داشت چندگانه بود. اول حاکمیت شدید دین رسمی که جز علم الدین رسمی که تعیین شده بود هرگز فکر دیگه و دین یا آیین دیگه را بر نمیتافتن، نمیپذیرفتن. اون خودش فشار بسیار بزرگ بالای مردم بود. و دوم تعصبات آشکار مذهبی بود که خیلی حاکمیت داشت و در همه جا دیده میشد و در تحت ساطور همین تعصبات مذهبی انسان‌های بی‌شمار جان‌های خودشان از دست دادن. و سوم استثمار شدید اداری یا استبداد شدید اداری و دولتی بود که یک اقلیت حاکم بالای اکثریت مسلمان و اکثریت شهروندها در مناطق و کشورهای مختلف تحت حاکمیت خلفا رنج می بردن و محکوم بودن. و همچنان حصول خراج، طوری که گفته مالیات بسیار سنگین و کمرشکن از مردم بینوا، از دیقانها، از پیشورها، پیشوران که همه روزه و همه شبه ادامه داشت و شیری جان مردم می کشیدن و از او نایه عیش داشتن و همه را به دربار خلیفه کانال می دادن و خلفایی که در بغداد نشسته بودن از غرور و عیش و تجمل و زنبارگی و امثال هم استفاده می کردن. و آخرین فشاری که بالای اکثریت مردم بود او عبارت از تبعیض یا اختلاف قبیلوی و آشکار قبیلوی و قومی میان خود عرب بود که همیشه بین خود اینا می زدن. هر قبیله که قدرتش بیشتر می بود، نفوذ بیشتر می داشت، با قبیله حریف در جنگ و جدال بود و به این مناسبت و به این نسبت هزارها هزار انسان سرزمین های ما قربان می شدن و فدا می شدن. و همچنین غلام گرفتن و کنیز گرفتن به حد رواج داشت که گفته شده چندین مرکز بردفروشی در نقاط مختلف و تحت حاکمیت خلفا وجود داشت که در اینجا هزارها هزار برده و کنیز در بازارها می آوردن و به فروش می رساندن. یعنی انسان ها به فروش می رساندن و بنده می ساختن. مثلا مراکز مهمی که در تاریخ از او تذکر داده شده سمرقند بوده در او زمان و مصر و بغداد و بصره. این شهرهایی بوده که در بردهداری و بردفروشی بسیار مشهور. و هندوشا یکی از مؤلفین کتاب تجارب السلف است. این هندوشا امی کتاب تحت همی عنوان تجارب السلف نوشته و در این قسمت غلام ها و در قسمت بردهداری ها مثلا میگه که غلامان سیاه یا زنگی ها به بصره بسیار بودند، چنانچه هیچ سرای از سراهای اکابر و اوساط و ناس یعنی سن و سال بالا و متوسط در سراها و مناطق مختلف و اماکن مختلف از یکی یا دو یا سه زیادت خالی نبود، یعنی همه پر از غلام بودند. و در بعض تواریخ بصره چنان، تاریخ بصره چنان آورده اند که در شب نیمه شعبان که موسم جمعیت شعلان بوده است، یکی از شبهای خاص، اکابر و اعیان شهر تمامیت جمع شدنده و جمله شب از شبها از احوال حاضران تتبو کرده بودند. هزار خواجه حاضر بود، هر یک از ایشان هزار غلام زنگی به دست. پس عزیزان بیننده شما خود قضاوت فرمایین که در یک شب خاص که در بصره همه گرد هم آمده بودند، 1000 خواجه یا ثروتمند
در اینجا حاضر بود و هر یک از این ثروتمندان دوران 1000 برده به اختیار خودش داشت. پس میبینیم که این جریان ننگین تاریخ و این جریان ضد انسانی چقدر گرم بوده و مواج بوده در او شب و روز و چقدر بی‌عدالتی و عدم بازخواست وجود داشت و چه تعداد انسان ها شرف و جان و مال و زندگی و سرنوشت خود از کف می دادن. خب نقطه جالب دیگه ای که غلامان یا دهقانان بی زمین که در جمله غلام ها حساب می شدن، تا زمانی که مالک زمین خود در اختیار داشت با همی صدها و هزارها دهقان یا غلام، خب استثمار خود میکرد، فشار حتی حق و صلاحیت کامل داشت تا هر تعداد از این دهقانان خود که لازم بدانه به قتل برسانه و زن و فرزندشان تصاحب کنه. متاسفانه وقتی قرار می شد که زمین خود به یک ثروتمند دیگه، به زمیندار دیگه بفروشه، دهقان امی انسان ها را هم با زمین یک جا بفروش می رسان. یعنی این هزارها دهقان حق و صلاحیت تعیین سرنوشت خود نداشت. خب این تخالف، این تضاد بین خواجه ها و غلامان و بین دهقانان بی زمین و زمینداران بزرگ و بین تبعیض‌های قومی و دینی و قبایل بانفوذ یا متنفذ عرب، بالاخره و بالاخره تضاد و اختلاف فی ما بین دربار خلفا و اکثریت مردم، موجب شد که در زمان حاکمیت خلفای بغداد دهها خیزش، قیام و جنبش های مردمی و عدالت خواهانه صورت بگیره که هر کدام این جنبش ها با خونین ترین وجه سرکوب شدن. اما شعور انسان ها تبارز کرد، حقانیتشان، تفکرشان، انسان بودنشان با همین خیزش ها، با آن که تلفات عظیم جانی داشت، اما به جهان فهماندن، به حکام فهماندن که این انسان ها انسان های بیشعور و سنگ مانند نیستن، قلبی دارن، احساسی دارن، آرزوهایی دارن، مانند شما حکام انسانن. نباید یک اقلیت طفیلی محض حاکم باشه و اکثریت دیگه برده و غلام. خب در قسمت جنبش های دوران خلفای عباسی، یک جنبشون به نام صاحب زنج بود که با شما عرض کردم که اصلا نامش علی ابن محمد و ابن عبدالرحیم بوده و مشهور به صاحب زنج شد و پدرش هم میگن که محمد نام داشته و مسلمان شده بوده. خب این شخصیت بزرگ عاقبت پیش قدم میشه، اما طوری که اسپارتاکوس پیش قدم شد، در جامعه خودش رنج میکشه و درد اکثریت امنوان خود با گوشت پوست خودش لمس میکنه و احساس میکنه. پس رهبری یک جنبش بزرگ سرتاسری را به عهده میگیره که بعدها به نام جنبش غلامان و یا جنبش مظلومان تحت رهبری صاحب رنج مشهور میشه. گفته شده که شخص جوان، متفکر، تحصیل کرده، شاعر، عاقل و فاضل و بلیغ بوده و علاوه از او منطق بسیار قوی داشت که وقتی سخنرانی میکرد، وقتی که استدلال میکرد با سایر غلام ها و سایر محکومین و مظلومین، بسیار زود اینها را جذب میکرد و پیرو خود میساخت و برشان به صراحت میگفت که شما کی هستین، امیاله چی دارین، چی افتخار برای شما باقی مانده، هیچی. پس باید قیام کنین و باید از این بند و زنجیر خودتان برهانین. و همونطور هم شد، با روشنگری هایی که انجام داد، با زحمت هایی که کشید، این قیام سرتاسری ساخت که در سال
میلادی آغاز شد و در سال 883 میلادی به پایان رسید که تقریبا 15 سال دوام کرد. حال عزیزان باید عرض کنم که قیام ها خیزش ها صورت میگیره، اما چرا سرکوب میشن؟ امروز یک بار دیگه در کشور عزیز ما افغانستان زمان یا فرصت قیام ها فرا رسیده، فرصت جنبش های مردمی و خیزش ها به ضد گروه های منحط عقبگرا، به ضد اشغالگری بیگانه ها. مثلا وقتی مردم عزیز ما، حتی زنان کشور ما که احسن به همتشان و به شعورشان روی خیابان ها می ریزن در برابر گروه تازه به دولت رسیده به نام طالبان استاده می شن، می ایستن، استدلال می کنن و شعار می تن و حق خودشان می خواهن، این مایه افتخار است و ما یقین داریم که این و استادن ها و مقاومت ها و مبارزات تازه آغاز شده و این سر تا سری می شه. و همچنان باید این نقطه را عرض بکنم که خلفای بغداد در به سلسله فریبکاری هایشان، به سلسله سوگند ها و وعده ها و ایده هایشان، به سلسله بیرحمی ها و سرکوبی هایشان، همونطور که در برابر جنبش عظیم بابکیان یا بابک خرمدین از توطئه و از فریبکاری استفاده کردن و بالاخره پس از 20 سال این حرکت و جنبش برحق فرو نشاندن، همونطور در برابر صاحب زنج یا جنبش دهقانی و جنبش اکثریت مردم هم از فریبکاری ها و خدعه و فریب استفاده کردن. یعنی به معنای دیگه تمام توش و توان مالی و نظامی و استخباراتی و تبلیغاتی خودشان به کار بردن تا این جنبش عظیمه که بنیاد خلافت تکان داده بود سرکوب بکنن. از جمله تمام توطئه ها، تبلیغات و بکارگیری وسایل مختلف عرض کرده بودیم، یکی هم اتهامات بود، متهم کردن ها بود، نامگذاری ها بود که بابک خرمدین گفتن که این بیدین و ملحد است و امثال این او اتهامات، تا افکار عامره علیه چنین شخصیت های مبارز، چنین شخصیت های وطن دوست و آزاده بشورانند و تحریک بکنن. در برابر صاحب زنج هم چنین کردن و گفتن که ملحد است و گفتن که از دین گشته و نمیدانم زندیق است و امثال هم این کارا را کردن، تبلیغات بسیار وسیع و دامنداری را برای انداختن. اما چون این جنبش جنبش بر حق اکثریت دیقان و پیشور و بینوا و ناتوان سرزمین های تحت حاکمیت عباسی ها بود، بنابراین 15 سال کامل ای دوام کرد، هرچند که در نهایت خلفا با استفاده از زبدترین افسران نظامی خودشان، با بکار گرفتن بیرحمترین نظامیان خودشان و روش های خشن و آشتیناپذیر و قهرآمیز تانستن این جنبش هم مانند جنبش بابک خرمدین سرکوب بکنن پس از 15 سال. اما آنچه را نتانستن نابود کنن او عبارت از حقانیت چنین جنبش ها و نام و نشانش در صفحات تاریخ، اثرات فکری و اثرات اجتماعی چنین خیزش های شجیعانه و آزادی خواهانه و عدالت خواهانه بود که در واقع پیام‌آور رسای حق طلبی در طول تاریخ شدن پس از خودشان، یعنی نمونه و الگو شدن به سایرین. همونطور که در کشور عزیز ما جهادگرا، مبارزان ملی و آزادی خواهان به صحنه آمدن، رزمیدن، هموطنان خودشان به دور خودشان جمع کردن، پیش قدم شدن و در برابر بیگانه ها رزمیدن،
بیباکانه رزمیدن و قربان شدن، با آن که از جهان رفتن، با آن که سر مال خود از دست دادن، اما نام و نشان نیکویشان در تاریخ ثبت شده و تا ما رسیده و تا هزاران سال بعد هم به نسل‌های آینده میرسه که افتخار باد به همه ایشان. یعنی میخواییم بگوییم که اگر حکام به دولت رسیدگان، مزدوران بیگانه، رهبران خائن پیشه و متجاوزین فکر بکنن و یا اگر فکر میکنن که دغلبازی هایشان، تجاوزشان، بیرحمی ها در برابر ملت، فریبکاری ها و بیعدالتی هایشان سرکوب میشه و دیگه نام نشان از او باقی نمیمانه، کور خواندن. تمام اسامی و شخصیت های بزرگی که دهی را قدم میگذارن و درفش مبارزه و انسانیت بلند میکنن، یقین کامل داریم که نه تنها در دلها می نشینن جا میگرن، بلکه نام والایشان هرگز از صفحات تاریخ زدوده نمیشه. آنچه باقی میمونن ننگ و نفرین و سرکوبگران، ننگ و نفرین تاریخی البته، با ظالمان، با عقبگرایان، با جاهلان، با دجالان، با تجاوزگران خودی و بیگانه، امسایه و غیر امسایه، این جاودانه خواهد بود. همچنان همونطوری که نام و نشان مبارزین وطنخواه و آزاده ما جاودانه میشه، همونطور نام بد و زشت چنین کسا و چنین گروه ها هم به صورت دائم ثبت تاریخ خواهد شد. عزیزان بیننده، باید به خدمت شما عرض بکنم که در همین شب و روز در کشور عزیز ما چی میگذره همه میدانیم، ولی هم میدانیم که اکثریت مطلق مردم عزیز ما چی در داخل کشور و چی در خارج، نه تنها شدیداً پریشان و ناراحتن، بلکه یقین دارم که اشکهای زیادی فرو ریختن به خاطر سرنوشت خونین و ننگینی که امروز نصیب سرزمین ما و مردم ما شده. گروه طالبان یک گروه سیاه اندیش، یک گروه سیاه دل، عقبگرا و ضد تمدن و ضد علم و ضد پیشرفت، ضد ترقی و ضد زن و ضد هر نوع عدالت هستند. اینا متاسفانه در نتیجه یک حرکت کودتایی و در نتیجه یک معامله بزرگ ننگین با ابرقدرت امریکا و همکاری های همسایه جنوبی ما پاکستان، یک نظام 20 ساله را، هرچند نظام فاسدی بود ولی فروعات و ابعاد مختلف دولت مداری در ظرف 20 سال درست شده بود و چارچوب یک دولت نسبتا مدنی به وجود آمده بود، همه را فرو ریختن و سرنگون ساختن. خوشبختانه در پرتو تکنولوژی امروز و پیشرفت‌های امروز، هر حرکت ای سیادلان در داخل افغانستان پنهان نمیمانه، عیان میشه و آشکار میشه با نشر گزارش‌ها، گزارش‌های کتبی و تصویری. ما همه روزه میبینیم که ای سیادلان تاریخ چه میکنن در برابر زن و مرد کشور ما و در برابر هر نوع حق طلبی و صدا. پس با این فهم و با این افشا شدن اسناد موثق، میدانیم و به این نتیجه میرسیم که اگر خدای ناخواسته چنین یک حکومت زورگو، یک حکومت قهار و خشمگین و از جان بیخبر و از جهان بیخبر در کشور دوام بکنه، وای به حال مردم ما، وای به حال ارزش‌های انسانی و فرهنگی و اقتصادی و مدنی ما. اما در صورت دوام نمی‌کنه چنین سیاهی که مانند اجداد و نیاکان ما، مانند رهبران سرفراز جنبش‌های متعدد، مانند آزادی‌خواهان ما که نام نیک از خود
به جا گذاشتن آرام ما نگره، آرام ننشینیم، بلکه فریاد فلک پیمای خود ما را بلند کنیم به ضد چنین تاریکی ها، به ضد غداران خارجی و داخلی. دوستان عزیز، سه عامل در دهلیز تاریخ در زمان ما یا سه نهاد و سه جهت امتحان ننگین خود دادن که ما هرگز غافل نیستیم و هرگز رو فراموش نمی کنیم و نسل‌های آینده هم فراموش نخواهند کرد. اول، غداری یک ابرقدرت بزرگ جهان که با تمام لاف و پتاق داخل وطن ما شد و کشور ما را اشغال کرد تحت اسم و رسم و شعار باسازی و عدالت و ملت سازی و صلح و سلم و امثال هم. اما در پایان 20 سال با همون گروه سیاه تروریستی که به صراحت اعلان شده بود در سر تا سر جهان، بسیار به صورت بی‌شرمانه و ننگین بالای یک میز نشست، اونها را به رسمیت شناخت و امضای دعوتنامه و موافقتنامه را در پای کاغذ و پای این توافقنامه گذاشتن و بالاخره کشور ما را و مردم امیدوار ما را که تازه یک تلاش و تکانی به وجود آمده بود پس از سالهای متمادی نامیدشان ساختن و در تحت ساطور چنین عناصر کم فرهنگ، بی دانش و بی خرد رها کردن و بسیار ظالمانه رفتن. و بخش دوم عبارت از رهبران خائن پیشه بود که مدت 20 سال بالای مردم ما حکومت کردند، سخنها گفتند، لافیدن و زرندوزی ها کردند. یک بار دیگر تاریخ ثابت ساخت که این رهبرای خائن پیشه و دست نشانده و دور از مردم و بیریشه همیشه در برابر قدرت های بزرگ، در برابر قدرت های مهاجم، اشغالگر و قدرت های باطل زانو زدن، تسلیم شدن و یا فرار کردن. کال هم چنین شد. و بخش سوم همچنان دوستان گرامی عبارت از به اصطلاح جهادگران مسلح به نام طالبان بود. به خصوص مدت 20 سال پسین چی بیدادگری هایی نبود که نکردن و چی انفجارات عظیم تباه کننده که براه ننداختن و چی ویرانگری هایی که از دستشان آمد و انجام ندادن. به نام اسلام و به نام جهاد و به نام ضد خارجی و تشکیل یک دولت اسلامی و به اصطلاح امارت اسلامی سخن گفتن، تبلیغ کردن، کشتن و شلیک کردن و هر نوع بیدادگری که از دستشان آمد در سر تا سر کشور ما انجام دادن. اما وقتی پایشان به کابل رسید و حاکمیت در سایه حمایت های بیگانه ها به دست آوردن، میبینیم که نه برنامه دارن، نه اساسنامه دارن، نه افکار انسانی و عالی دارن و نه ایده ها و نه علم و دانش را که این ملت آواره و بیچاره و دربدره چطور رهنمایی بکنن و چطور به لب نان و به نوا برسانن. حتی نمیدانن ترکیب حکومتشان چگونه باشن. یک بیگانه غدار دیگه به نام فیض حمید یا فیضی حمید، رئیس ویرانگرترین استخبارات پاکستان، وارد کابل میشه و کابینه این گروه را تشکیل میده و میسازه و همچنان علیه مقاومتگرانی که تازه به پا خیستن جنگ رهبری میکنه و به سرکوب از اونا میپردازه. آیا عزیزان هموطنان گرامی، تاریخ ما یک بار دیگه به صورت شرم‌آور تکرار نشده؟ یک بار دیگه این چرخش، چرخش بسیار ننگین نیست؟ یک بار دیگه ما به این نتیجه نمیرسیم که آیا مردمی که میلیون‌ها انسانی که در این سرزمین زندگی میکنن، اینها مستحق یک زندگی نسبتاً مرفه و سالم و با امنیت نیستن؟ چرا اینقدر در طول تاریخ جفا به حقشون صورت میگیره و یک بیگانه غدار و خائن به صورت آشکارا در روز روشن بدون اجازه ملت افغانستان با نام حمید رئیس آیسای پاکستان وارد مرکز کشور ما میشه و
به صراحت می فهمانه که دست پاکستان بالای سرنوشت ما بلند است و بالاست. به نحوی به مردم جهان می فهمانه که پاکستان دستش قوی است و در امور افغانستان صلاحیت داره. نن به چنین حاکمیت، نن به چنین حکومت و نن به چنین جنا یا افراد یا گروهی که نام اسلام یدک می کشند و نام آزادی را، و اما خودشان اسیر هستند و در قید بیگانه ها هنوز نفس می کشند و کار می کنند. پس به این نتیجه می رسیم بیننده های عزیز، همونطوره که به آیست آیست به آخر برنامه می رسیم، نتیجه را که از این صحبت می گیریم و از این موضوعات تاریخی و جریانات تاریخی است که امروز یک بار دیگه مادر وطن، مادر میهن نگاهش به طرف ماست. چه می کنیم؟ بازم امیدوارم که آنانی که در داخل کشور ما در بین آتش می سوزند، ما را به نام کسانی که از بیرون سخن می زنیم یا در بیرون آتش هستیم یا از دل گرم به اسلام اطور فکر نکنند و متهم ما نسازند. اما آنچه به عنوان نظر، به عنوان مشوره، به عنوان حقایق تاریخی در اختیار ماست، او را به خدمتشان می گذاریم و تقدیم می کنیم. آرزومند استیم که خیزش ها و اعتراض های مردمی و آزادی خانه و مدنی مردم عزیز ما، با آن که لگد مال شدن، با آن که بی نان و بی روزگار هستند، با آن که خونهای بسیاری دادنده ای را، بازم بهروز شود، پیروز باشد و همگیر شود تا کشور ما دوباره از طعم آزادی برخوردار شود. دوستان عزیز، برنامه ما همونطور که شما میدانید بار دیگه ساعت 7 شام به وقت تورنتوی کانادا برودکاست میشه از این طریق، و آن دوستایی که نتونستن امروز و در این ساعت برنامه ما را تماشا بفرمان میتونن از یوتیوب و صفحه فیسبوک ما استفاده بکنن. با آرزوی آبادی و آزادی کامل کشور ما، با امید سرنگونی کامل دشمنان رنگارنگ ملت افغانستان و با آرزوی صحتمندی شما عزیزان هموطن و بیننده های گرامی با شما وداع میکنیم. شب روزتان خوش باشد.